سلام مخلص، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون خودتون. یعنی من حسمون خیلی بازه، باعث انحرافات و چیز میشه چالش های بحرانی میشه بله در شاید میخوای یکشو ببند چیز جوانان، در چیز حوزه جوانان چیز جوان. آقا خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدین. اینجا شطرنجی کنید با ویل کنید حالا یه چیز گفت. آقا چرا اینجاییم؟ چرا؟ تو این ویدیو قراره به ندیده های دیگر از تتلو پارت دو ویدیو پارت دو که نبابا همون میشه دیگه. چرا پارت یکیشو داشتیم؟ چرا؟ چون نوشته بودیم ندیده هایی از امیر تتلو. این میشه ندیده از امیر تتلو پارت دو. اوکی باش، تموم شد رفت. قبوله. یه کوچول بریم بیایم بریم سراغ ویدیوهایی که واسه ما فرستادید و ما ندیدیم دیگه. اوکی. خب فقط یه فرقی داره این ویدیو. چی شده؟ مثلا دیدیم میریم میایم یه ویدیو وسطش میذارم، دیدید که من تو میخوام الان اینو براتون پلی کنم دیگه، نمیریم بیایم. شما فکر کنید داریم میریم میایم. وایس خودت چرا حس گرفت؟ من اومده خب لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره. بله ولی قشنگ بود آجی اینا. از اینا استادی چه باله نکن اینطوری میچرخونیش. خب اینطوری خرابش کردی؟ نه باش سالمی مادرم داری یه شبا میچرخونی. دارم برعکس میچرخونم. دهن تو ببندی هم این پلی میشه ها، شاید ندونی. حال کردی تون سری اونطوری. متشکرم. خب بریم سراغ ویدیوهایی که فرستادید شما و بله. تتلو ویدیوش انقدر زیاده تموم نمیشه، نمیدونم کی میخواد تموم بشه. برای چی تموم شد؟ خب. لذت بریم به خدا. و چقدر ماشاءالله فعال بوده که این همه ما داریم ازش میسازیم باز باز مونده، باز هست. آره خدایی تا صبح ویدیو هست ساجی. خوبه بهتر. ما اینو بذارم خوشم اومد، برامون بیشتر بفرست. یعنی کثافت بازی شده اینجا. ها کن آماده اید؟ بله. یک دو سه. مهم نیست حرفای مردم، گذشته ها گذشته. به به گذشته. مهم نیست هر کاری کردی، منم همون کارا رو کردم، همش از روی تنهایی و خشمه. نظر اینا چشماتو کنه خیز، مهم اینه که دیگه بد دورت نیست، الکل نیست، هر دومتی تنگ و نیست. لعنت چقدر صداش گرمه. لعنت چقدر صداش گرمه. این چقدر این بازی که با صداش میکنه قشنگی و چقدر به جای. خیلی قشنگه بابا. چی بگم من؟ مثل چیه؟ پیانو. پیانو؟ آره بابا صداش اصلا خیلی عجیبه، خیلی اصلا گرم و نرمه صداش اصلا. یه این گیتار رو که شنیدم یاد چیز افتادم، امیر دیوا و سوراب ام جی افتادم که داشت میزد کنار ساحل. آره. بود میگفت به قول داشتم. آره قضاوت ممنون. آره آره. تازه هم هست، یکی دو روزه پخش شده. آره اونم بال بود. مهم اینه که دیگه بد دورت نیست، الکل نیست، هر دومتی تنگ و نیست. به مهم اینه که بهتر از خودت نیست، دستای منو ول نکن. آره. امیر دیواه. امی الان گفتیم. آره. آره. چه گیتاری میزنه. خیلی قشنگ. خیلی خوب. دستای منو ول نکن که قادر ندارم. شما نمیخونی. نمونده که برا تو درارم. تو نخون. دارم غم تو برا من. نخونی بهتره داداش. چرا؟ چه صدایی؟ آها باشه. آره. نخونی بهتره. نخونی. چون نمیخونی.
نمونده پیشنهاد خوبی نبود. تو درارم بذارم غم تو برا من دارم هوا تو الانم به خدا کم را تو ندارم. یه کمان بچه میگو دور تو اتاقم تنها میشینم چه آهنگی اسمشو نمیدونم دور تو تنهایی تو رو میبین شنیدم عجیبه تو بلد نبودی حفظ نیست آره متاسفانه تو بذار برو منو تو بذار برو منو دو همه لباسا تو جم تو بذار برو اصلا چیو یاد بره تو بذار برو منو منو اصلا دگلو پایش شو گفت تو بذار برو اصلا هزینه هایی هم که واسه تو کردم سگ خورد ولی آجی چه عشقی میکردن دورو برگاش آره بیشیاری بزن و بخونم صدای تطلو برد. ولی واقعا بعضی وقت همینو گفت خب من عطسم داره بگیره صبر اومد نگو نه بذار بگم هر طرح شما بگویست واقعا باید بگی سگ خورد واقعا به بازیو ده واقعا سگ خورد برو از جلو چشم من نباش آه. اصلا هرچی هم بوده سگ خورد فرار کن دقیقاً من برای آدمای یعنی لامصب عاشقانه هاش هم خیلی خفنه به جان نوشته بود اگر بخوایم کنسرت های عاشقانه رو تو ایران مثلا بدیم به یه نفر به کی میتونستیم بدیم؟ تتلو همه گفتن تتلو خب زندان برای آدمای بد جای بدیه ولی برای آدمایی که بد نیستن چه قدیمیه دلیل نداره چه قدیمیه خیلی شما وقتی میری تو زندان پرخاشگری میکنی با زندانی ها بدی خب زندانی ها هم با تو بدن پرخاشگری میکنن اعصابتو خرد میکنن خیلی جای ترسناکی به نظر میاد ولی وقتی با انرژی مثبت و به همه احترام بذاری حکمه کمپ پیدا میکنه که شما یه مدتی توش هستی و یه سری چیزا رو یاد میگیری. خب اگه بدونید چقدر وقت توشی اوکیه. مشکلی اینه که آدم نمیدونه چقدر. اونم باز خودش به نظرم یه امتحان خب یه ذره سخت‌تره. میدونی درسته آدم اگر بفهمه که چقدر فکر اون زمانیه که رفته بود زندان. تو حالا از این نظر به زندان نگاه کردن میشد. یه زندان نریم. یه زندان اون نشه. قشنگ گفت. زندان خیلی تحملش راحت‌تره تا اینکه ندونه. ولی خب اونم باز یه لول سختیشو بیشتر میکنه. ماشاءالله همه چی هم بلده دقت کردی؟ ما اینو دارم حرف دارم زر میزنم. خب پیانو میزنه، گیتار میزنه، درام میزنه، همه چی میزنه هنرمنده دیگه آقا دیگه هنرمنده بابا آخه نداریم همچی آدمی میزنیم هنرمند کم داریم قشنگه چی؟ شوبد بازی های امیر تتلو خب اصلا معلوم نیست که داره چی کار میکنه یا خود تتلو قشنگ بود ما تو زنی خیلی خوب یاد شوبد بازی تو افتادم کدوم؟ آها اینطوری کردم اصلا اینجا نمیشه شاید چیزی آره آره حالا بعدا انگشت وسط شوهد بازی رو میگه شوهد بازی تو پیج اینستا هست برید ببینید میتونید که این همونه ادامه شو بکنید
ما تو زندان نماز میخوندیم، زندانیه به ما میگفتش که حالا افتادی اینجا واسه ما داری نماز خون میشی که مثلا آزاد شی بعد دوباره بشی همون فلان بسا همون قدیم. تو چی کار داری بابا؟ چی میگی؟ What the fuck؟ من دلم گرفته دوست دارم نماز بخونم، عوض این که تو میبینی من ریا هم دارم میکنم، بیای منو تشویقم کنی واقعا، بگی نماز تو بخون آفرین فلان، این کار میکنی بدتر منو زده میکنی، خجالت زده میکنی، پس تو گناهت بیشتره. خب حالا داشتم اینو گفتم که من از نمازم عکس میگیرم صرفا به خاطر اینکه هوادار گرامی که دنبال کننده امیر تتلو هستی، امیر تتلو الان داره نماز میخونه، برو نماز تو بخون. امیر تتلو الان باشگاهه، برو باشگاه، فقط تتو کردن رو یاد نگی، فقط گوشواره رو یاد نگی، فقط این لامصب همه جا، واقعا همه جا درسته خیلی فوش میده به هواداراش، ولی همه جا هوای هواداراشو داره. اصلا ببینید هر جا هست همه فکرش هوادارشه. دقیقاً. و اصلا همیشه به فکر ما، میبینیم دیگه بالاخره به فکر اینه که بیدار کنه مردم، آگاه اصلا کنه. یه چیزی بهشون یاد بده، یه چیزی بهشون بگه. ولی متاسفانه هم همون فوش دادن رو میبینن، به قول تو سن، به قول خودش تتوها رو میبینن. این چیزا یا دو تا فوش داد نبین. آفر. اینا رو هم ببین. من میخواستم که با تو بمونم تا همیشه، اما تو رفتی و نگفتی عاقبت این داره مشی میشه. حالا چرا باز برگشتی؟ میگی بی تو نمیشه. چقدر قدیمیه. دیگه برو گم شو. از تو به چشم باز همیشه. همیشه. روز اولی دیدمت. بسه بسه این احتمالاً چیز میخوره. خیلی قشنگه، چه قدیمیه. بزن جلو میگم همش همونه. بله احتمال چیز خوردن داره، بخاطر همین باید من خندیدی گفتی تنهایی شده بس. بله خیلی قشنگه. جلوتر این صدا خودشه؟ صدا تتلو؟ نه کیه با؟ بزن پوبونه فکر کنم. شکم. نه بابا. خودشه پس. آه این قدیمی هاشه خیلی. نه خودش نیست. نه اون یکی چی بود؟ کیه؟ یکی دیگه است. با کیه؟ چیز نیست؟ بچه ها کیه؟ تومه نیست؟ تومه صداش این تومه نیست. رضایانی؟ رضایانی کیه؟ من نمیشناسم حقیقت، ولی خب میخوره اوایل تتلو باشه. نه بابا اوایل تتلو باشه. چی؟ بابا اون بالاست. چه قدومی هم بوده چندین ماهه که این چیه؟ آه خیلی غیب کردم تو What the fuck? چه؟ پشمو این چیه؟ خیلی قدیمی. زیرخاکی ها قشنگ. از کجا میارید اینا رو واقعا؟ چقدر قدیمی و چقدر جوون هن اینو. پشمو در حال بابا داره آهنگ میخونه. آره اوکی. و کامینگ سون زد، فکر کنم از تبلیغات اون زمانه مثلا با هم نشستن و فلان و میسا. من فکرم الان اینا رو بهش اضافه کردن. اوکی بزن. بابایی نمیدونه همه چی فرق کرده، نمیدونه هیچی قشنگی، اون نمیدونه دیگه عوض شده همه چی، ما هم واسه اون روزا دلتنگی. چند وقتی حس میکنم حرفای این روزا حرفای آخره، انگارم خوش شدم و مرهم درد و دستای مادره. هر روز بیماری من و مردم داره بیشتر میشه، اونا که قلبن دوستشون داشتی رفتن دیگه نیستم پیشه. تتلو پیش رو، تتلو پیش رو، بابا کامینگ سون اسم ترک باباه. بابا آره. بذار من یه سری توضیح ها رو بدم. یه آهنگ من و رضا پیش رو داریم با هم میخونیم به اسم بابا اون بالاست، که خب پدر جفتمون فوت کرده خدا بیامرزه، و یادی از پدرامون میکنیم. البته مضمون اصلی این آهنگ راجع به اینه که الان خیلی چیزا تغییر کرده و مثل قدیم نیست. تنظیم کار رو خشیار اسار از گروه تیک تاک دوست صمیمی من و کچی بیتز، امیر دیبا گیتارهای کار رو کچی بیتز. ببینمش. What the fuck.
یه بار دیگه بیار. آره گروه تیک تاک بود دیگه زمان دیگه کچی بود فکر کنم همون گروهه که سرده کپشنم کو فکر کنم اونه. من نمیدونم، من حقیقت نمیشناختم تو الان کچی بیت. من میدونستم کچی بیت خیلی خفنه، همیشه بوده تو رپ فارس و خیلی بیتای خفن میزه، همین الانش هم خیلی خفنه. آره. خب نمیدونستم اینقدر قدیمیه. آره خدایش که دیگه با پیشرو و تطلو اینا مثلا آره. تو گروه بودن با هم چه الان خیلی چیزا تغییر کرده و مثل قدیم نیست. تنظیم کارو خشیار اسار از گروه تیک تاک دوست صمیمی من و امیر دیبا گیتارای امیر دیوان بوده از اون موقع سرشو انجام میده. این کارو شعر رپش رضا نوشته، شعر ملودی آهنگم که قسمت آر ام بیش کار خودم هست. پشمام ریخت جه آفیت باشه بهاره با آره اساسی هاجی پشمام ریخت. خیلی جالب بود. ای وای کچی بیت، همون کچی بیت بیشتر من پرام ریخت. آره. جالب بود، عجیب بود، فکر نمیگرد. آفری ولی اینا واقعا یه سری روابطشون خیلی قدیمیه. آره واقعا با کچی بیت من چند سالشه از اون موقع تو این کار بوده. آره منو فکر نمی کردم حقیقت. نمیدونستم این تازیانه ها داشت به درخت ها میزد و باد وحشی میزد، یعنی باد داشت میزد درخت ها و این درخت تازیانه. وحشی حسشون کرد. این واسه آهنگ تازیانه شه داره توضیح میده. خب بذاریم چی میگه. این تازیانه ها داشت به درخت ها میزد و باد وحشی میزد، یعنی باد داشت میزد درخت ها و این درخت های وحشی حسشون کرد و وحشیه بگم. گفتم پس تازیانه های باد وحشی. بعد گفتم حالا این چه ربطی به من داره تازیانه های وحشی. اومدم گفتم به درخت های دشت دلم شده رفتم تازیانه های حاجی اینطوری نگاه نکرده. من اصلا تازیانه رو که گوش میدم یکی از بهترین ترک های تتلو که تازه من پیداش کردم حقیقتا. اینو که گوش کردم مثلا دفعه اول گفتم حاجی به محسن گفتم داره چی میگه. خب اصلا... تازیانه های باد وحشی به درخت های دشت دلم شده رفتنه تو یعنی چی اصلا. اوکی چه جالب. اوکی قشنگ توضیح داد، من واقعا الان فهمیدم. بعد این همه میگه باد که میاد به درخت ها که میزنه میشه تازیانه های باد وحشی به دشت به درخت های دشت دلم شده رفتن تو، یعنی رفتن تو شده تازیانه های به درخت های دشت دلم. آفرین پشمام، خیلی چه خوب که توضیح داده. آره حالا این چه ربطی به من داره تازیانه های وحشی. اومدم گفتم به درخت های دشت دلم شده وسط شما استوب بکنیم که آره چقدر این آهنگ قشنگ هست. بهشون بگو من دارم با این آهنگ چی کارو کردم، دیوونه شدم. آره. آجی بچه ها خیلی میگن ریاکشن میده از آهنگ های قدیمی تتلو، ما دوست داریم بریم ولی کپیرایت میخوره. خب اگر میتونید ترک ها رو یه جوری تنظیم و اینو چیز کنید که کپیرایت نخوره بکنید واسه ما تو تلگرام، یه چیزی تو اینستا پیام بدید که من چیز تلگرام بفرستم براتون، واسه تلگرام بفرستید ما ریاکشن بدیم. آره. یا ریمیکسی چیزی پیدا کردید. حتی یه سری بچه هم اصلا ناراحت میشن میگن ما این همه وقت گفتیم فلان چیزو برید چرا نمیرید. به خدا نمیشه اینامو که خودمون رفتن تو گو اسطوره بودم مورد همه شدن در با من تو خاموش میشه لبتارم از چشم هم افتادم هم به روی فاز بردارم بی خیال تمریناشون مرداز رفتارم اصلا شک و افید میبره من به همه چی شک دارم و تمام. یه قسم چی؟ قسم همه چی از بین میبره؟ آره من به قسم شک دارم چی؟ بزیم بگیر هیچیشو نفهمیده. اوکی میه قسم شک و از بین میبره من به همه چی شک دارم. آخه
و چقدر این ویدیوهای امیر تتلو من دوست دارم. خیلی حال میده. مثلا این خیلی قدیمی ها زیر خاکی ها اصلا یه حس و حال دیگه ای. فکر میکنم شما خیلی دوست دارید این چیزا، این ویدیوها رو. خیلی خفنه. چون همه چی هست. یه مجموعه کامل از تتلو رو میبینیم ما. آره. یه ذره حرفاشو میشنویم، آره. یه ذره موزیکاشو میشنویم. دمتون گرم دیگه. دمتون گرم میفرستید، بیشتر بفرستید، بیاید اینستاگرام بفرستید ویدیوهایی که ما ندیدیم. در ارتباط باشید. به قول صابر اگه تونستید ریمیکسی چیزی بکنید که حالا این کپی رایت اینا نخوره، تبدیلی کنید و اینا بفرستید، ما ریاکشن میریم. چرا نریم؟ خیلی هم خفنه. دوستتون داریم. کلی زیاد. تا ویدیوی بعد. مخلص.